سراغ روتین مبتدی که 45-15 هستش. شروع کنید سایت تو سایت لانج که بین سمت راست و چپ تعویض میکنید. دقت کنید که سر انگشتای دو تا پاتون به سمت روبرو باشه و مچ پایی که کشیده هستش در واقع خم نشه و محکم روی زمین بچسبه. پشتتون صافه و سرشوناتون به سمت زمین گرد نمیشه. قوس بیش از حدم به کمر ممنوعه. چپ و راست عوض میکنید. 15 ثانیه استراحت. حرکت بعدی سومو جامپ اسکوات لگ لیفته. ببخشید نیلینگ سانتا پوشاپه. میرین روی متتون، پوشاپ و چرخش به صورت حرف تی. توی حرکت پوشاپ حواستون باشه که باسنتون بیرون نزنه. لگن و شکمتون رو به سمت دستاتون و به سمت دوشک نزدیک میکنید و تا جایی که میتونید به زمین نزدیک میشین. موقع چرخش هم شونه های در واقع تیز نداشته باشین و گوشتون از سرشونهاتون فاصله بگیره و خواهش میکنم رعایت کنید که سرشونهاتون بالای مش دست باشه و عمود به زمین. دست کج و غیر عمود به زمین اشتباهه. بین راست و چپ چرخش تی شکلتون رو تغییر میدین و 15 ثانیه استراحت. حالا نوبت سومو جامپ اسکوات لگ لیفته که بین دوباره راست و چپ آلترنیت میکنید. پاها به ساعت 45 درجه بیرونه و لگ لیفت. جامپ اسکوات، اون یکی سمت لگ لیفت. جامپ اسکوات، لگ لیفت. تفاوت لگ لیفت با ساید کیک اینه که کنترل شده تره وقتی که لگ لیفت انجام میدین. یعنی شروع حرکت تا انتهای حرکت حالت پرتابی و جهشی نداره و حتما باید به پهلواتون در واقع ضربه خوردن رو احساس کنید. ادامه بدین. چیزی نمونده و تمام. 15 ثانیه استراحت بکنید. میریم برای حرکت plank knee to forehead به leg extension. میریم روی متتون. به حالت plank شروع میشه. زانو رو کامل جمع میکنید به سمت سرتون. اون یکی پا. فقط باز دقت کنید که سرشونه ها جاش کجاست. دقیقا بالای آرنج و دستاتون، کل بازوتون به زمین حالت عمود داره. یه پا رو آزاد میکنید و هلش میدید به سمت پیشونیتون. شکم و عضلات باسن منقبض و استراحت. 15 ثانیه. حرکت بعدی بالرینا بکورد لانج هستش. میرین دم تکیه گاه یا صندلی یا دیوار. قرار نیست وزنتون رو روش بندازین، فقط برای حفظ تعادل. بکورد لانج و بین راست و چپ آلترنیت میکنید. پاها رو روی نوک انگشتا نگه میدارید. بدنتون، بالا تنتون کاملا روی لگنتون سواره و مستقیم میاد پایین. دو تا زاویه 90 درجه در حرکت لانج به وجود میاد. یکی پای جلویی، یکی پای عقبی. نگه داشتن پا روی پنجه همونطور که گفتم ماسل گروپ بیشتری رو درگیر میکنه تو ناحیه پا. عضلات شکم درگیره و استراحت. 15 ثانیه استراحت میکنیم و میریم دوباره روی حرکت روی مت برای حرکت کریس کراس نی تاک.
به half برپی. زانو به آرنج به حالت اوریب و برپی. دوباره زانو به آرنج و برپی. اینجا قشنگ حالت ضربه خوردن به زیر شکم رو احساس میکنین. سرعت انجام حرکت کاملا بستگی به میزان آشنایی شما با حرکت داره. در نتیجه به خصوص که ما تو بازه زمانی داریم انجام میدیم به جای تعداد، کاملا سرعت خودتون رو ملاک قرار بدین. اما و استراحت. حرکت بعدی میرید دم اون صندلی که بهتون گفتم، با پای موافق از صندلی میرید بالا و زانو رو میارید تو شکم به جامپ اسکوات. دوباره بالا، جامپ اسکوات. 45 ثانیه روی یک سمت هستین. جامپ اسکوات رو میتونید اسکوات عادی هم برین، به خصوص اگر از صندلی استفاده میکنین حتما به یه دیوار تکیهش بدین که از زیرتون در نره و حتما استیبل باشه. زانو کاملا به زیر شکم میخوره. از دستاتون هم استفاده کنین. من خیلی میبینم که دستا بیکار پهلوتون میفته، بغل بدنتون میفته. خب استراحت و دقیقا این حرکت رو قراره روی اون یکی سمت هم انجام بدیم. به بخش پشتم بهتونه. آماده بریم. جامپ اسکوات، نی ریز و جامپ اسکوات. زانو تو شکم، جامپ اسکوات. احتمالا اگه شما از صندلی استفاده کنید زمان بیشتری طول میکشه اون قسمت اول رو انجام بدید، در نتیجه یکمی سرعتتون از من پایین تر میاد. حواستون به این قضیه باشه که عجله نکنید که یه موقع حرکت اسلاپی انجام بدین و بیفتین. این راند تموم شد، راند اوله و یک راند دیگه هم انجام میدیم. در مجموع ورزش های امروز 16 دقیقه طول میکشه و استراحت 15 ثانیه. بعد بلافاصله میریم سراغ حرکت اول که ساید لانج به سمت راست و چپ بود. باد میزنه این گوشی منو تکون میده. خب شروع کنین. راست و چپ به حالت لانج. حرکت از لگن به سمت عقب خم میشه. فقط دقت کنید که لگن به صورت لولایی خم میشه و کمر حرکت رو انجام نمیده. دقیقا بالای رونه پاتون تصور کنید که لولای دره و شما کل باسن و لگنتون رو به سمت عقب میدین و بعد بلافاصله بعدش زانو هم باهاش خم میشه. و استراحت یکم دیگه میاد. الان استراحت. خب 15 ثانیه استراحته و میریم روی دوشک برای حرکت نیلینگ سانتا پوش آپ. باسن و لگن جلو، پوش آپ و حرکت تی شکل. لگن و باسنتون به سمت بیرون موقع پوشاپ نمیاد. مقدار پایین رفتنتون هر چقدر که در توانایی قدرت بدنیتون هست برید پایین و تو حرکت تی هم دستتون رو به زمین عمود نگه دارین. کمتر از نصف زمان مونده. پوشاپ و چرخش به حالت حرف تی. و تمام.
خب حرکت بعدی حرکت سومو جامپ اسکوات لگ لیفته. برید لگ لیفت، سومو جامپ، لگ لیفت بین راست و چپ عوض میکنین. خوبیش اینه که نیازی نیست که به شماردن حرکت ها وقت و انرژی بذاریم. هوا هم داره یواش یواش آفتاب میره سرد میشه. سومو لگ لیفت. ضربان قلب توی حرکت های این شکلی بسیار بالا میره، اما از اون طرف خب پادردی هم که به همراهش هست و تمام. خب حرکت بعدی برمیگردید روی دوشکتون، plank knee to forehead to leg extension. زانو جمع میشه توی صورت، فقط نزنید چونو فک و بیارید پایین. پای راست و چپ عوض میشه. عضلات شکم و باسن اگر درگیر باشه شما خیلی کمتر روی مچ دستتون فشار احساس میکنید. توی حرکت های خانواده پلانک از پلانک مشتق میشن، نباید تمام وزن بدنتون روی مچ بره. مثلا قبل از اینکه کار به مچ بکشه خیلی بخش زیادی از وزن بدن شما توسط عضلات میانی بدنتون تحمل شده. بعد تمام. حرکت بعدی دوباره سمت مین دیوار یا تکیگاهتون برای بالرینا بکورد لانج. خب روی پنجه بلند میشین، بکورد لانج اون یکی سمت، مستقیم میایم پایین. سعی کنین پاها رو کاملا روی نوک انگشتا نگه دارین، حتی وقتی هم که یه پا عقب میره برای لانج پای جلویی سعی کنین تا جایی که ممکنه روی پنجه بمونه. به مرور این حرکت خانواده پلیه که روی پنجه میره و از حرکت های باله هستش خیلی براتون انجامش راحت تر میشه. و خب خوشفرم شدن پاها با حرکت های باله خیلی اتفاق خوشایندیه. 45 ثانیه باید حرکت رو تموم کنیم و تمام. حرکت بعدی کریس کراس نی تاک به هاف برپی. میریم روی دوشکمون، به حالت پلانک در میایین و کریس کراس به برپی. دوباره کریس کراس برپی. راست و چپ عوض میشه. کنترل و همزمان اگر بتونید کیفیت رو با سرعت حفظ کنید عالیه، که تو بازه 45 ثانیه بتونید بیشترین تعداد تکرار رو داشته باشید. بعد از این حرکت دو تا دیگه حرکت هستش و ورزش امروز تموم میشه. تویست کراس و تمام. خب 15 ثانیه استراحتتون رو بکنید، اگه آب دم دستتون میتونید یه توکی بهش بزنید. بریم برای ساید استپ آپ نی آپ به جامپ اسکوات. شروع شد جامپ اسکوات. الان خسته تر هستین از راند اول، در نتیجه اگه صندلی بالا میرین خواهشن حواستون باشه پاتون رو کامل روی صندلی بذارید و وقتی که از صندلی میرید بالا سعی کنین از عضلات لگن و باسنتون برای اینکه خودتون رو بکشین بالا استفاده کنید، نه فقط اینکه اتکا کنید به کف پاتون. موقع فرود اومدن از صندلی هم خیلی دقت کنید. بیشتر آسیب‌های ورزشی موقع فرود اتفاق میفته و
به خاطر اینکه کنترل ما خیلی کمتره. استراحت، میریم برای اون یکی سمت، آماده و زانو به سمت شکم، جامپ اسکوات، قشنگ زانو رو وارد شکم کنید و پرش جامپ اسکوات رو میتونید حذف کنید و اسکوات رو ساده برین، یا بعضی هاش رو ساده برین بعضی هاش رو پرشی برین. آخرین حرکت ورزش های امروزه و بعد از این میتونیم این سراغ ویدیوهای سرد کردن و با من سرد کنیم. آماده این حرکت اول سومو اسکوات جامپ اند کلاپ هستش. آماده، 3 2 1. بیستانیه گذشته. پونزده. پنجثانیه. 3 2 و استراحت. حرکت بعدی کاماندو برپی هستش. 5 4 3 2 و برو، بیا بالا، پا رو بیار جلو، برو پایین، پا و بپر، سینه، پا جلو، سینه زمین، پا جلو و ایستاده. پونزده ثانیه. و استراحت. خب حرکت بعدی لانج جامپ سومو اسکوات راک استار جامپ هستش. بین پاها عوض میکنیم. آماده، برو سومو وسط راک استار، دوباره لانج سومو وسط راک استار، جامپ لانج سومو وسط راک استار، وسط راک استار. 15 ثانیه. وسط راک استار، برو لانج سومو وسط. 10 ثانیه. 5 ثانیه و استراحت. خب سکوربین پوش اپ تو کندل. 5 4 3 2 1 برو پوش اپ. بخواب رو زمین، کندل اون یکی پا، پوش اپ، کندل، سکورپیون پوش اپ، کامان، کندل، پونزده ثانیه. پوش اپ 5 ثانیه و استراحت.
15 ثانیه استراحت. حرکت بعدی سینگل لگ وی آپ هستش. 5 4 2 2 1 و برو. اگه خواسته تو این پاهاتون رو زمین بذاری یا مثل من اول زمین نذارید بعد که خسته شدید زمین بذارید. پونزه ثانیه مونده. پنج و استراحت. خب وان لگ جامپ اسکوات، اول روی یه پا. 5 4 3 2 1 میان روی پایین و جامپ با کنترل روی ساق پای خم شده با کنترل و با قدرت از اون یکی پاتون استفاده میکنید برای اینکه بلند بشیم. پرشی که میکنید لازم نیست خیلی بلند باشه، یه هاپ کوچیک کافیه. 15 چیزی نمونده. پنج و استراحت و میریم روی اون یکی پا. 10 5 4 3 2 1 آروم و یک دست انجام بدین حرکت ها رو توی 45 ثانیه. مخصوصا حرکتی که کنترل لازم داره عجله نکنید. پونزه ثانیه. فرم خیلی مهمه که آسیب نبینین. 5 و استراحت. خب ایورست کلایمبر ست ها تو وان لگ پوش اپ. 5 4 3 2 1 برو. 1 2 3 پوش اپ. 1 2 3 پوش اپ. 1 2 3 1 2 3 اینجا این پوشاپتون رو دو پایی هم بدین. 2 3 پوشاپ. 1 2 3 1 2 3 و تمام. 15 ثانیه استراحت. اوکی. ساید پلانک نی تاک تو برپی. آماده؟ برو. میچرخی نی تاک. اون یکی سمت. میچرخی کنترل دقت تمرکز. حواستون به جای دیگه نباشه. به ورزش ها به بدنتون روی این دو شکل. پونزه ثانیه. نیتک. میچرخیم. آخری و تمام.
15 ثانیه استراحت. خب حرکت بعدی جامپ لانج تو ساید کیک. آماده؟ سر ببخشید. آره. جامپ لانج تو ساید کیک. خب. یک دو سه ساید کیک. یک دو سه و استراحت. خب نی هاگ تو پانک جامپ. آماده این؟ خب یک میچرخین تو پانک جک. دوباره نی تاک اون یکی سمت پانک جک. نی هاگ نی هاگ یا تو تاچ. و استراحت. خب میریم به ساید تو ساید لانج تو فرانت کیک. آماده؟ برو. یک دو سه کیک. یک دو سه فرانت کیک. یک دو سه 15 ثانیه. یک دو سه کیک. 5 ثانیه. 2 3 کیک و استراحت. خب ساید تو ساید پایک جامپ. میان روی متتون. 5 4 3 2 1 برو. Keep going. و آخری و استراحت. Reverse burpee. آماده؟ 4 3 2 1 بخواب. اینجا پا میشی، پرش میری برای برپی. دوباره Basta.
abs splitter. 4 3 2 1 پاشنه، نوک انگشتا وسط پاشنه، پنجه وسط پاشنه، پنجه وسط. وسط 15 ثانیه. پاشنه، پنجه وسط، پاشنه و وسط و استراحت. البته تمام. خب همه حرکت ها رفتیم دیگه. آره. خب خسته نباشین. ورزش پیشرفته، بریم سراغ مبتدی.